اهمیت و جایگاه زندگی نامه یا سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر بسیاری از مسلمانان به درستی واضح و روشن نیست. شاید بهترین توصیفی که می تواند اهمیت سیرت را به تصویر بکشد همان سخن خیشان و یاران آن بزرگوار باشد که می فرمودند پیامبر قرآنی بود که در میان انسانها راه می رفت. و چون از مادر مؤمنان عایشه صدیقه همسر گرانقدر پیامبر از اخلاق آن بزرگوار پرسیدند فرمود اخلاقشان قرآن بود. این حقیقت در آیه‌ای که تا روز رستاخیز حنجره‌های قاریان با ندای قرآنی تلاوت آن را برای گوش‌های مؤمنان رسالت می‌سرایند به ثبت رسیده است. و اینک لعلا خلق عظیم، بیگمان تو بر اخلاق بزرگی قرار داری. لذا برای درک صحیح و درست مفاهیم قرآنی هر مسلمان نیاز دارد سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به دقت وارسی کند. قرآن اساسنامه این نظری است که با رهنمودهایش معیارهای والای فردسازی و جامعه سازی را در خود جای داده و شریعت را به سوی سعادت دنیا و آخرت رهنمون می شود. و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سیمای تطبیقی و عملی این مفاهیم و رهنمودهاست. از آنجا که انسان به تصویری روشن و عملی از این معیارهای انسانساز نیاز دارد، خداوند متعال پیامبرش را از میان خود انسانها برگزید. حکمت بشر بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم نیز همین گونه بیان شده است. اگر فرستادی الله از جنس فرشتگان بود، بدون شک این ایراد مطرح می شد که ما انسانها را توان الگو برداری از فرشتگان نیست. از این رو هر فرد مسلمان موظف است در کنار درک اساسنامه دین خود که همان قرآن کریم است، از سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز آگاهی کامل داشته باشد. درست زیستن را از او بیاموزد و او را الگوی زندگی خیش قرار دهد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که جوان بود خود را نیکنام ساخت و با توفیق و عنایت الله عز و جل شخصیتی محبوب و قابل اعتماد گردید. جوانی 20 ساله بود که ستاره اجتماعی شد. البته هدفش این نبود که ستاره باشد، بلکه هدفش پایبندی به مبادی و ارزش‌هایی بود که به آنها باور داشت و بدین وسیله در عرصه تجارت به موفقیت‌هایی دست یافت که فراتر از حد انتظار بود. لذا در شمار بازرگانان و کنشگران اقتصادی درجه اول قرار گرفت و موفقیت‌های اجتماعی چشمگیری در زمینه خدمت به جامعه و رسیدگی به مسائل قوم و سرزمین خیش به ثبت رساند. در نتیجه شهروند موفقی گردید که همه با انگشت به او اشاره می کردند. بزرگترین موفقیتش را زمانی به ثبت رساند که با وحی الهی و عنایت خداوندی دین را برپا داشت و مردم را به سوی دین راستین رهنمون گشت و چشمانشان را به سوی کرامتی که نزد خالق خیش داشتند گشود تا ارزش خود را بدانند و با عبادت درست و کرنش در برابر یگان معبود بر حق ارزش و کرامت خیش را رشد دهند. بدین سان جامعه ای پدید آورد که آراسته به ارزش‌های اخلاقی و تعامل‌های ضابطه‌مند بود و هر شهروندی در شخصیت و رفتار فردی و اجتماعی خیش نمونه‌ای از یک انسان متمدن به شمار می‌آمد. آری، چه خوب و بجاست که زندگی مسلمان
تصویری از سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شاگردان مکتبش باشد.